иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо, ки бо сифатан метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. Маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бо нуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. Шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. Дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. Ассалому алейкум, ҳамдиёрони азиз. Ин лаҳза ҷузъиёти баъзе аз ҷинояткоро, ки дар кишвар милиция бо фаъолияти оперативии ҷустуҷӯи ва тафтишотии криминалистӣ ошкор намудааст, тавассути барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ манзур медорем. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллозода. Дида ва доништа даст задан ба муомилоти ғайриқонуӣ воситаи нашъадош сарнавишти нафарони ба ин роҳи бадрафтару доғдор сохта, оқибати он хело сангин ва нороҳаткунанда хоҳад буд. Як гурӯҳ нашъаҷолобон, ки аз сокинони пойтахт ва шаҳри Ваҳдат мебошанд, барои ба муомилот баровардани мухаддироти ҳашиш боздошт гардиданд. Капитани милиция Сироҷиддин Шакурӣ ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. کارمندان شعبه کافتکو جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه عملی سازی یک عملیات با برور اپراتیوی 4 نفر نشجالوب را دستگیر نموده هدفهای ناپاک و غرزناک آنها را برهم دادند. در نتیجه کارکردهای اپراتیوی معین گردید که در حدود شهر دوشنبه یک گروه نشجالوب با پنسازی وسیطای نشدار مشغولند. نخست همچون گمانبر شهروندان نظروف بختیار سال تولدش 1970 و بوریف شورت سال تولدش 1965 که سابقه طولانی جنایتی داشته هر کدامه با جرمهای گوناگون محبسی گردیدند دستگیر کرده شدند. زمین سنجش معین گردید که نامبردگان وسیطای نشدار را طریق شبکه های اجتماعی از سراغه پنهان نموده دیگر نشجالوبان دسترس نموده منبعد به قسم ها جدا کرده باز به دیگر افراد نشمند به فروش می گذاشتند. با محمد دوستانی شخص با واتساپ شنو شدیم ما وای با مراجعه کردم که من همی چارس درکور 5 کیلو وای روزی شد وای گرفته اما جوی گفتگی ما با بردا پارتو رفته گرفته اومردیم در شهر دوشنبه ما رو کارمندان میلیسه دستگیر کردن. در ادامه کارکردهای اپراتیوی جستجویی شهروندان سعیدوف دلشاد سال تولدش 2004 و فوزایلوف داودشاه سال تولدش 2000 که همچون انتقال دهنده اساسی واسطای نشدار به شهر دوشنبه به شمار می روند دستگیر کرده شدند. نامبردگان واسطای نشدار را از هممسلکان خود که در خارج کشور قرار دارند از مکانهای پنهان نموده توسط شبکه اینترنتی به صاحبیت خود قبول نموده در حدود شهر دوشنبه پنهان و منبعد به فروش می بروردند. تأسف آور است که به خاطر منفعت ناچیزه که آن هم بر عوض نشامند و به درد جانکاه گرفتار نمودن افراد دیگر به دست می آیند چنین گروه های جنایتی از اجرای هیچ عمل و کردار غیرقانونی دست نمی کشند. از این گروه نشجالوب در مجموع 12 کیلوگرم واسطای نشداری نوی هشیش دریافت و مصادره کرده شدند که این مقدار واسطای نشدار می توانست چندین نفر دیگر را به درد نشمندی گرفتار نماید. این زمان این 4 نفر گمان برشونده در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. در ولایت ستوغ نیز از جانب کارمندان میلیسیا یک دلیل پانو فروش واسطه‌های نشادار آشکار گردید. ساکنی 60 ساله شهری خوجند با گمانبری در صادر کردن جنایت معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشادار بازداشت و از او نزدیک 10 کیلوگرم مخدرات نوی افیون مصادره کرده شد. شرح بیشتر در گزارش همکارانمون. مصادره مواد مخدر از همتای افضلیتناک فعالیت مقامات کارهای داخلی می باشد که نتیجه های در این سمت به دست آمده پیش از همه در حفظ سلامتی جامعه حصه گذار است.
کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیر قانونی مواد مخدری ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سغد حالت دست زدن به نشعجلابی و حرکت های پردپوشانه شهروند امیرخانوف پینخون نادرخانویچ سال تولدش 1964 استقامت کننده شهر خوجند را آشکار نموده در نتیجه کارکردهای مرحله‌ای اپراتیوی 9 کیلو و 760 گرم واسطه نشدار نمود افیون را از نام برده مصادره کردند. مرا کارکنای مقامات با حجم 10 کیلو چی مواد مخدر دستگیر کردند. کدام نمود واسطه نشدار؟ افیون. من از کاری کردگیم پشیمانم. عاقبت شینامی. انتخاب مرکز ماموری ولایت سغد شهر خوجند همچون منطقه ترانزیتی نشعجلابی بار اول نیست که از جانب گروه های جنایتی استفاده می شود. گرفتن اخبارات اپراتیوی نسبت پینخون امیرخانوف و کارکردی بوبراری آن امکان نداد که نقشه جنایتی عملی شود و از داخل ماشین سرای مخفیگاه پیشکی آماده نموده گمان برشته واسطه نشداری بسته بندی شده با وزن 9 کیلو و 760 گرم دریافت و مصادره گردید. آغاز پرونده جنایتی طبق طلبات قسم 3 ماده 200 کدکس جنایتی و چاره پیشگیری در نمود حبس عاقبت جنایتکاری می باشد. هرچند عین حال به حیث گمانبر چهره یک نفر نمایان باشد هم چاره بین های اپراتیوی و تفتیشاتی معین سازی از اعضای دیگر شبکه نشعجلابی از جمله سرچشمه پهن کننده ادامه دارد. میلیسای شهری بختر عمل نوجوان مردانه یک نفر سکنی 23 ساله همین شهر را آشکار نمود. گمانبر اشیاء روزگارداری منزلی به اجاره گرفتهاش را تصرف کرده و آنها را با نرخ نسبتاً ارزان فروخته فایده به دست آورده است. آیدی کج رفتاری های گمانبر همکارانمان گزارش آمده نمودند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهری بختر شهروند عظیموف بهرام سال تولدش 1982 با عریضه مراجعه نمود که شخصان نامعلوم از منزل استقامتیش اشیاءهای روزگارش را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسای شهری بختر در صادر نمودن جنایت دزدی کریموف زین‌العابدین سال تولدش 2001 ساکن شهری مذکور همچون گمانبر دستگیر کرده شد. نام برده از منزل استقامتی به اجاره گرفتهش که به ساکن شهری بختر عظیموف بهرام واقع در کوچه وحدت شهری بختر تعلق داشت، سنه 3 آگوست سال روان شبانه پنهانی یکی از حجره های با قلف و کلید محکم را شکسته اشیاهای روزگار صاحب ملک را از قبیل بالشت و کرپه، اشیاهای پخت و پز، چاینیک و پیاله، تلفن موبایلی آیفون، یک عدد پلانشت، لباسهای زنانه و مردانه و دیگر اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب میزند که با این کردار جنایتکارانش به شهروند 11000 سامانی ضرر جدی رسانیده است. سالی 2024 یک کوارتیر را به اجاره گرفتم دیم هم چیزاش رو نگیدن که من درستم خانه شخص بکنم و هم چیزاش برفتم کپچه ها بار مخوف کنم و هم چیزاش بکنم و هم چیزاش برفتم. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهری بختر نسبت کریموف زین‌العابدین پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به نظارتی و سهلنگاری والدان در تعلیم و تربیه و تقدیر آینده نورسان و جوانان با کستگی اخلاق سبب گردیده، مینبت به رفتار و مناسبت دغلانه نسبت یکدیگر، عمل و کردارهای خلاف قانون در جایهای جمعیتی، مناقشه های بی‌معنی و جنایت های وزنین آورده می رساند. در ناحیه مسچاه یک جنایت اوباشی به قید گرفته شد که تفصیلات آن را در گزارش نوبتی تماشا کنید. مقامات میلیسای نوحه مسچو جنایت اوباشی را در نزد گذرگاه سرحدی فتح‌آباد در روزه شمالی جمهوری به قید گرفت که رخ دادن چنین حادثه ها در این گونه موضع ها برای اطرافیان به خصوص مهمانان از این راهی اهمیت بین المللی داشته استفاده برنده ناراحت کننده می باشد. شهروندان قاضی زاده تویخان ازبک، خوشاک زاده بایرجان حافظ سال تولدشان 1994 و شیخ زاده حبیب الله شیر محمد سال تولدش 2003 استقامت کنندگان جماعت دیهاتی پالورکی نوحیه مسچو سنه 21 ایول
در دلی شب تخمیناً ساعت‌های یک در حیات گروهی در نزد مغازه اوزقوری در شفت شهرو جایگیر بوده روننده افتماشین بورکش شهروند رؤوف‌زاده اکرامجان سال تولدش 1992 استقامت کننده جماعت دیهات اونجی نوحیه باباجان غفوروف را لاتوکوب نموده جراحات جسمانی میرسانند. دو متر همونش گانا دارد گفت با این پسر این هم دارد اونا گفت خبر زد را خریده دو این هم خیلی گفت زد و همونجا جنجال سر شد. دقل اونا رفتار کرد سخنی قبیه زد من چوبه سخنی قبیه میزینی گفته گاب زنم وای با من با نفر دیگرش با وای همراه شده سی نفر شده مرا تکوب کردن زدن مرا جای خلاص کنیم گفتیم گاب گریزی شد آدم گاب گوش نکرد دشنامای سخت بلند رو بعد همین چیز جای کله ویران شد. در رو بروی مغازه اوزقواری گذاشتن افتماشین بورکش به فروشنده مغازه حبیب‌الله شیخزاده خوش نامده او با تهدید از راننده طلب میکند که مکان مذکور را ترک نماید. انگیزه جنایت افباشی محض از همین سبب با بحث لفظی آغاز گردیده مین بعد دیگر گمون برشده ها تویخان قاضی‌زاده و با ایرجان خوشاک‌زاده به حرکت های ماجراجویانه به مناقشه همراه و حساسیات بلندی افباشی راننده افتماشین بورکش را با اصول گوناگون جسمانی میزنند. شیوه مناسبت بیرون از عادت آدمگری باعث ویران گشتن ترتیبات جمعیتی گردید که البته جوابگاری جنایتی در پی دارد. نسبت نمردگان با ماده 237 قسم 2 بند ب کدکس جنایت جمهوری اسلامی یعنی از جانب دوی شخصان صادر نمودن جنایت افباشی پرونده جنایت آغاز نموده شد. حالا از سبب قبلا سود شده بودن است قاضی‌زاده تویخان ازبک سال از سبب آنه که سال 2023 با ماده 237 قسم 2 بند ب سود شده است به خود خلاصه ضروری نبرآورده سال 2024 با دست به جنایت مذکور زده است به حبس پیشگی گرفته شده نامورده در حبس پیشگی قرار دارد. نفران دیگر خوشاغزده بایرجان و شیخزاده حبیب‌الله نسبتشون چوری پیشگی در نمود زبان خط درباره ترک نکردن منزل استقامت تطبیق کرده شده است. مورد ذکر است که دیدبانگاهی نزد سرحدی فتح‌آباد نوحه مسچو گذرگاهی است که قسمت شمالی تاجیکستان را به سمت جمهوری ازبکستان میبرد. همه روزه توسط این جاده بین المللی هزاران نفر رفت آمد دارند. اولین تاثیرات نفری به تاجیکستان وارد شونده نسبت وطنی ما از مناسبت باشندگان همین منطقه به وجود می آید و قابل قبول نیست که افراد علیحده به خاطر منفعت شخصی به بی ترتیبی راه دهند. موضوع دیگر، گرم و خنک کردن مناسبت های اولاداری، پیشگویی تقدیر، وقت گوشوی و به همین مانند کردارهای عوام فریبانه که در محور آن مبلغ پولی و منفیت مالی میستد با یک نفر حقوق ویران کننده نسبت داده می شود که با این روز زندگیش را پیش می برد. از آشکاریابی باز یک حالت سیرگری در گزارش نوبتی تماشا کنید. جهت بلند برداشتن معرفت دینی و مذهبی شهروندان از جانب حکومت مملکت همه کتاب های دینی و مذهبی به حروف کریلی نشر گرده برای شناخت شریعت و مذهب هیچ یگان مشکلی موجود نیست. محض بیسوادی و دورماندن بعض شهروندان از علم های جمعیتی و دینی برای نفران مردم فریب که خود را ملا و یا طبیب نام میبرند شرایط مهیا می نمایند. در رفت گزاراندن چورابینی های اپیراتیوی این نوبت نیز کارمندان ریاست کوفتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی شهروند محیدین و غنیمت سال تولدش 1968 استقامت کننده کوچه سینوی شهر حصار را دستگیر کردند که او چند سال این جانی با هر گونه مکر و نیرنگ های به خودش خاص و دور از مذهب و شریعت به سحر و جادو مشغول بوده است. محیدین و غنیمت چون دیگر همسلکانی مردم فریب خود بر عوض تشتاب و تومارهای پر از غلط از بیماران گمراه گشته مبلغ معین طلب کرده می گرفته است. حالا که این نفر مردم فریب در اصل تا 37 خوند است و خلاص. کسل شدم. خدا من همی کسل دو. مدام اگر اگر من همی کار را نکنم شما نمی بینم. تو جواب را گشته نمی کنم. کسلی می شم. کسلی شدگی هم. کسلی می شم. انا با همین راه با بی‌سوادی خود به مشتریانش وعده بی‌اساس داده گویا تلسمی به آنها می‌دهد که با مناسبت‌های اولاداری و مهر و محبت خانوادگی آنها کمک می‌کرده باشد. هم ویدین و غنیمه عید هزار و حب دارن اینمی پیشوی شکارا میکنم وقت روزای چهارشنبه پیشوی شکار قد ترمه دل میبردارم مدقه میبینم این همین کارا را میکنم. برای کشوی شکر چی دوارا میخونه شما؟ سه بار خداولاحت را میخونم تمام. دیگه
چنین عملی ابون فریبونه این طایفه تنها منفعت مالی به دست آوردن و پر کردن کیسه خود است و خلاص. مورد به ذکر است که نامبرده پیش با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی دزدی سود شده است. عین زمان نسبت محیدین و غنیمت در اساس ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده او برای چنین مردم فریبی و گمراه کردن مردم نزد قانون جواب خواهد گفت. در این قسمت برنامه باز از خرافات و زودباوری شهروندان میگوییم. در شهر وحدت آوازه های بی اساس در خصوص گویا پیدا شدن شبح یا جین ساکنان شهر را به تشویش اندوخته. در این باره هر گونه سر و صداها در شبکه های اجتماعی پهن گردید. در نتیجه دایر نمودن سنجش های مقصدناک پهن کنندگان این خبرهای بردروغ از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت گردیدند. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. ورژنی جین سرپریسی خانم چارونه در ایلوکو ما که گسپانش ها میزنه و خودش گنگو شاشنه دیروزی همه کسا به همه جیم و خجا بود خیلی پایان گذاشت. نداشتن سواد کافی دینی و دنیاوی و زودباوری و خرافات پرستی با اون باعث میگردد که انسان به هر گونه آوازه و دسیسه باور نموده گمراه گردد. پن گردیدن هر گونه خبر و آوازه های بردرو در شبکه های اجتماعی اینترنتی آیدی آن که گویا در جماعت دیوتی رجب اسماعیل و ویشهر وعدد شبه یا جین به انسان ها حمله نموده آنها را مورد لطکوب قرار داده است. از آن شهادت میدید که برخی شهروندان تا هنوز زودباور و خرافات پرست و بیسواد و گمراهند. اصلی واقعه را تحقیق میلیسیا در شهر وحدت آشکار نمود. نفران هنگامجو با ثبت و پهن هر گونه نوار حادثه های مقرری با شرح نادرست در شبکه های اجتماعی ساکنان شهر مذکور را به تشویش انداخته باعث ناراحتی آنها گشتند. از جمله چند روز پیش نوار پهن گردید که در جماعت مذکور گویا جین به جوان 19 ساله نرزالیف جاویدان تاثیر رسانیده و یک سر گوسفند را سر از تن جدا نموده است. خانم چارونه در ایلوکو ما که گوسپانش ها میزنه و خودش گنگو شاشنه دیروزی همه کسا به همه جیم با خجا بود خیلی پایان گذاشت. اصل واقعیت چونی نیست. نرزالیف جاویدان و نفری که این حالت را ثبت کرده باعث پنی خبری بردرو گردیده است. حادثه مذکور را چونین شرح میدیند. هر بگاهی گوسپانده خود را با باغ برده میکرونم. روز 17 همی چیلی ساعت 6 در مبین گوسپانده هایم یا گوسپانده هم غلطید و دیگر نخیز من خیال کردم که حرام شد. کرچه خود را از امکان برآورده گفتم حرام نشود اون را حلال کنم. در حیات هم مال نکشتم، یکم بار مال را کشتم. در وقتی مکش را گرفتم در بریدن در خون پرید در سر رویم و من از هوش رفتم. دیگر یکان چیز در خاطرم نیست. بین مردم هم آوازه برآوردند که گنگ شیده است، مرد است، جین زده است، این گپ همه دروغ است. شب 17 هم از کوچه هم گذشته مردم جمع فرام آدم از سیونکا کردم و در برادرانم روی کردم. فرام آدم نگاه کردم گوسپند ما کش زدگی گودک بهوش. ما ویدیو کردم و اکوام در رویش کردم برادرانم در همی در اینترنت پام شد. گویو که جین هم گوسپند زده باشه و هم هم گودک نبالغ. خلاص گپ گودک میخواست گوسپند خودش حلال کنه. از ترس از هش میره. همه کاری که ما کردم از کردگیم پشیمانم. حالتی دیگر این ثبت کاربری کارمندان میلیسیا از جانب دو نفر جوان خلل رساندن به روند فعالیت قانونی کارمندان میلیسیا و در ضمن پهن نمودن نوار مذکور در شبکه های اجتماعی و ربط دادن آن به آوازه های بردرو میباشد. شهروندان شکیرو محمد رفه ساکن شهر وحدت و رجبوف شهرام ساکن شهر دوشنبه سال تولدشان 2005 روند بازپرسی و معین نمودن شخصیت یک نفر شهروند خارجی را که از جانب کارمندان میلیسیا صورت میگرفت به نوار گرفته در شبکه اجتماعی پهن نمودند که گویا این نفری خارجی باعث تشویش ساکنان شهر وحدت گردیده باشد. روز سانه یبدهم در شهر وحدت قشلوخ خوچابایقل رفته در اونجا ماشین میلیسیا را دیدم که یک شخص سیاه‌پوست را برای شخصیت تشریف فهمیدن در ماشین بار کرده است و ما وی را به نوار سیونکه کرده و به اینترنت پهن کرده ایم. گویا که وای جین میباشد و ما از کاری کدگی همون شایمانه.
این دو نفر برای اطاعت نکردن به طلبات کارمندان میلیسیا به حبس ماموری گرفته شدند. ساکنان رفشان فکر جماعت دیوت رجب اسماعیلوف و سرخطیب شهر وحدت این آوازه و خبرهای بردروغ را کاملا رد می نمایند. چند روزی که در اینترنت ها شبکه ها برآمد شد که یعنی به نام چی جین پیدا شده است در شهر وحدت، یعنی مردم همه خیلی در حالت استراب، یعنی این خطاکاری و خرافات و بسیار کارهای هستند که مردم در بین جامعه فتنه را دسیسه را چکار میکنند، یعنی هویدا میکنند. از اون جمله ما و شما در قرآن عظیم شان میبینیم که خداوند خلق را جن انس مگر برای عبادت، و جنها را ما دیده نمیتونیم، یکی ملائک دیگری جنم. از اون جمله برادران گرامی همه دروغ است، محض برای مثال فتنه و دسیسه که مردم در جامعه ناآرام شوند و یکی از مکر دزدایی که در جامعه زندگی دارند به همین راه رابطه تا اینکه مردم از خانه بیرون شوند راه دزدی منفیت آوردن پولی و جابجا کردن راه دزدی خودشان مردم در افشا و در حدچه تحلیکه انداختند. این خبر بردروغ است، این فتنه انگیز است. در حدود جماعت شب روز کارمندان کار کرده ایستادند، کارمندان حفظ حقوق و دیگر کارمندان جماعت، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولت شهر وحدت کاربری نموده ایستادند. عین حال یگام حالت شبهناک و یگام حالت دیده نمی شود. این بحث انگیز و این فتنه که امروز در بین جامعه گفته شده است، این همش بردروغ می باشد و در جماعت یا اینکه در دیه ها مردم آسوده خوب هستند، تینج و آرام است، یگام حالت به نظر نمی رسد که چنین حالت های جنوری یا اینکه دیگر حالت ها باشد. تماشابینان عزیز، چطوری که شما شاهد هستید، این زمان ما در جماعت رجب اسماعیلوی شهر وحدت قرار داریم و آن نوار و سر و صدایی که در شبکه های اجتماعی پند گردید آید پیدا شدن شبح یا با اصطلاح جن در شهر وحدت اساس واقعی ندارند و شهروندان در حیات آسایشته قرار دارند و این همه آوازه ها بی اساس هستند و محض خرافات پرستی و زود باوری شهروندان به آن باعث گردید است که آنها به این آوازه ها باور نموده، هر گونه عکس و نوارها را از شبکه های اجتماعی نسخه کرده و گویا که این عکس و نوارها به شهر وحدت تعلق دارد پهن نمودند. در اصل آنها اساس واقعی ندارند و مردم در حالت آسایشته روزگار پیش میبرند. با پیشنیادی گزارشی مذکور به معلومات کل شهروندان بخصوص ساکنان شهر وحدت میرسانیم که به چنین خبر آوازه ها باور نکنند، زیرا باور کردن به این گونه آوازه ها نشانه سطحی پست معرفت و بی دانشی و گمراهی میباشد. این بود محتوای برنامه امروزه. آنچه که منظور شما گشت از رفت تفتیشاتی پیشکی با مقصد تربیه حقوقی و پیشگیری از جنایتکاری آماده شده است. با وزارت کارهای داخلی همکاری کردن رو فراموش نسازید. تا دیداری نوبتی، روزگاری سرشار از خوشی ها رو برایتان تمنا داریم. اقدام شایسته از مغازه مالهای تکنیکی بهترین. من بعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی رو که با صفتان میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات رو مغازه از شرکت های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دبی، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما میتوانید تکنیکی معیشی دلخواهتان را با طرز کریدیتی با فایزهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کد های بانکی عمل میکند. سراغه شهر خوجند، کوچه اسماعیل سومانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70.